شدن نداره. ماضی نقلیه ام ای است. لغو کرده اند سفر را. پایینیه سفر لغو شده است. میبینید یه بینم داره، لغو شده است توسط آنها. صفحه من دقیقا 3 تا تمرین حل میکنم و مرخص میشم. میدونم که خسته شدید واسه جلسه اول. معمولا معلم های تیپ ما که حرفه‌ای از اول کار کنکور کردیم، ما یه جلسه 1 داریم که برامون خیلی مهمه. تو جلسه 1 یکی از اصول اینه که میگن بچه رو اصلا خسته نکن، چون بچه میاد به خودش بگه به به دارم یاد میگیرم، بعد که خسته میشه میگه اه هیچی یاد نگرفتم و میگه معلم بد بوده. ولی من حالا این باور هیچ وقت نداشتم، الان که دیگه اصلا ندارم، چون تو بهمنه و مطمئنم خیلیاتون خیلی جوره با مجهول و خیلی چیز دیگه آشنایید. به اضافه اینکه این مدیا آنلاینه، یعنی شما بعداً ویدیوها رو دارید، میتونید چند بار دیگه ببینید و الی آخر. پس همین مهمتر اینه که به شما باور دارم. نمیخوام گولتون بزنم. 1. She makes pancakes every morning. کتابتون میگه اینا رو تبدیل کنید به مجهول. من یه چیزی بگم فقط، حال ساده انگلیسی همون مضارع، اینا رو با فعلایی میسازن که هیچی نداره فعلا، و برای همین بهش میگن ساده. ساده و بی ریاست. ببین بی ریا، work 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 work. من تلفظم افتضاح، نمیتونم میگم work work، یه جوری میگم خودم بفهمم شما بفهمی work. ببین چه باله، اصلا صرف نداره انگار، حال ساده به همین سادگی. میخوام بگم کار میکنم، کار میکنی، کار میکند، ما کار میکنیم، تو شما کار میکنید، آنها کار میکنند. حال ساده یه استثنا داره، سوم شخص مفرد حال ساده یه کمی جوریه دیگه، یه اسم میگیره، به این اسم میگن اس سوم شخص مفرد حال ساده. اون اسی که علامت جمعه واسه اسمه. این شوخی ها رو دیدید، استنداپ کمدی های خارجی شوخی میکنن با این اس. خارجی هاشون که مثلا تو آمریکا و انگلیس هم میگن آقا یعنی چی؟ I work, you work, she works. این اس رو یه جوری مثلا با مزوازی در میانن که مثل اس جمعه. بعد میپرسن از مخاطب، میگن یعنی چی؟ یعنی مثلا این شیه خیلی بیشتر از من کار میکنه که اس میگیره؟ یعنی چند روز بیشتر کار میکنه؟ این اس جمع نیست، اس شاخص گذشته حال ساده است. ببخشید، حال ساده این شکلیه. She makes pancakes every morning. شما میگید به به، این همونی که آقای کیاسالار میگفت، نه ایدی داره، نه آینجی، نه وازوور، نه هوا هست، فقط اس داره، اس مال شیه، چون این سوم شخص مفرده. او درست میکند پنکیک هر روز صبح. آقا فقط دیکته ننوشته است که غلط نداره. تا وقتی شما ننویسی بله غلط نداری و بردی، ولی باید بنویسی. لطفاً هر چقدر که از حرفان فهمیدید الان اینو برای من بنویسید تو چت، مجهولش کنید، جای فاعل مفعول عوض کنید، فعل حال ساده معلوم رو بکنید مجهول، بای بیارید و نترسید. شما رایتینگ دارید، باید رایتینگ یاد بگیرید. بنویس ببینم 3 تا دونه حل میکنیم و من میرم، سرتون رو درد نمیارم، منتظرم. ملیکا جان انگلیسی مینویسی؟ فینگلیش ننویسی. مرتضی شریفات من گوش نکردی حرفم، امروز هم فکر کنم دیر به کلاس اضافه شدی، نگفتم باز میشه، گفتم کسایی که تمایل دارن از کلاس مرداد توی این کلاس باشن با پشتیبان هماهنگ میکنن تا پنل رو براشون باز کنه، نه اینکه پنل خود به خود باز میشه. از کجا بدونن اینکه شما میخوای بیای یا نیای؟ بله محمد صالح، شما می تو فارسی میگید باید روش کار بشه، تو انگلیسی هم اگه اون آنشو بیاری مجهول میشه. بله یا خدا، هلیا، ماهان، مبین، هدیه، ابوالفضل، دمتون گرم. امیر رضا، ریحانه، امیر حسین،
احمد رضا چشم نمیبینه. ابوالفضل هدیه باریکلا. باریکلا نه به خاطر اینکه درسته، باریکلا که مینویسید. این تعهد به مشارکت ها میدونی یعنی چی؟